سلام بچه ها، میریم ادامه ریگ کارکتر و انیمیشن، با من همراه باشید. خب بچه ها، ما اینجا یه مدل ثبوتی انسان داریم که میخوایم همین رو ریگ و بنگذاریش رو انجام بدیم و بعدش هم انیمیت کنیم. من توی این لینک بالا توی ویدیوی قبلی پارت قبلی یه آشنایی و مقدماتی از ریگ کارکتر و بنگذاری کارکتر گذاشتم، حتما اول اون رو ببینید و بعد بیاید این پارت رو تماشا کنید. من اینجا وارد فرانت ویو میشم. ما یه دو روش داریم، یکی این که یه روش داریم که با سینگل بون، یه روش ساده ای هست میادیم. البته روشی نیستش که حرفه ای انجام میدم، ولی خب من دو تا روش رو انجام میدم. روش دوم راحت تره و سریعتر میشه اون بونگذاری رو انجام داد. من شیفت ای رو میزنم، من قسمت آرمیچر یه دونه سینگل بون میارم، اینو جیزت میارم بالا. ببینید من از این قسمت از واسط دیتا ویو پورت دیسپلی اینفرانت میزنم که بتونم اون بونم رو ببینم. نمیارم بالا، تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم و اکسترود باید انجام بدم. اکسترود رو انجام میدم. بذار من یه خورده اینو بزرگش کنم، یه خورده برم به سمت بالا. اکسترود انجام میدم تا نزدیکی قفس سینه، بعدیش تا نزدیکی ترقبه. ببینید این قسمت برای دست راست و چپش باید دو شاخه بشه دیگه، دوپلیکیت بشه. خب من ایکس رو میزنم که میرور بشه، شیفت ای رو میزنم و این تقسیم دو تایی انجام میشه. خب تا نزدیکی سرشونه، تا بازو، ساعد و مچ دست. خب قسمت لگن هم دقیقا، ببینید اگه من ای رو بزنم تقسیم یکی، بعد شیفت ای رو بعد بزنم. خب شیفت ای رو من میزنم و تقسیم دو تاییش رو انجام میدم تا نزدیکی زانو، تا مچ پا و خود مچ پا. میرم به سمت بالا واسه گردنش هم از اینجا محور زد میشه گردن، این هم میشه خود کله. اما برای انگشتای دست و پاش هم اینو من بذارید از اینجا وارد تیری بیوپورت بشم و اینجا رو من دوتا نماش رو ببینم. خب اینو من یه خورده میتونم بیارمش به این سمت. حتما توی نماهای مختلف شما کار کنید. من جی رو بزنم یه خورده بیارمش پایین و از اینجا هم باز من اکسترودش رو انجام بدم. از اینجا هم یه اکسترود بذارید من، اگه اونجا کوچیکه از اینجا فعلا، اینجا هم یه اکسترود دیگه و این هم تا اینجا. البته این یه خورده باید بیاد این و این هم تا نوک انگوش، این درسته. اما از این نما که ببینم این دقیق نیست، اینو باید اوکیش کنم. ببینید من اینجا یه خورده میرم جلو، اینو من یه خورده باید به این سمت میرم. البته اگه بازی خورده این ور اون ور شد موردی نداره، اون بونو تشخیص میده که روی کارکتر بیفته. اینم یه خورده باید بیاد، اینم واسه انگشته جلو، اینم اینجا. ببینید من این ایکس رو که زدم میرور داره اتفاق افتاده، همزمان واسه دست سمت راستش هم داره انجام میشه. این نیستش که من اول اینو انجام بدم بعد برم اونجا. این هم تا اینجا اوکیه. اما برای پا هم بذارید اول، البته بذارید این هم من اوکیش کنم، این گردنشو ببینید یه خورده میاد جلو، این هم یه خورده میره تا این و گفته وسط. ببینید به این نکته دقت کنید که زانو باید حتما یه خورده به سمت جلو، حتما اینو باید خم کنید که بعدا توی انیمیت به مشکل بر نخورید. پس این یه خورده به سمت جلو خم میشه. این هم من جی رو من بزنم، این میاد اینجا و یک سرودم تا اینجا. ببینید تمام بونگذاری من انجام شد. الان من وارد قسمت آبجکت مود میشم. اینجا ببینید اول من روی بدنه کارکتر کلیک میکنم و بعد شیفت رو نگه میدارم روی تمامی بون ها. کنترل پی رو میزنم و ویت اوتوماتیک ویت رو میزنم. ببینید set parent to ویت اوتوماتیک پینت. خب اتفاقی که میفته، من از اینجا وارد پوز مود میشم و بذارید وارد نمای فرانت بشم. ببینید از اینجا من میتونم دیگه دستش و پاهاشو به حرکت در بیارم و همینطور گردنش رو. خیلی راحت ما ریگش رو انجام دادیم. اگه ایکس رو بزنم و دستش رو حرکت بدم، خب جفت دستش به سمت بالا و پایین میاد.
ببینید فقط نکته ای که هست، ما اینجا برای قسمت پا مثلا من میخوام پاشو بیارم بالا و بعدش زانوش خم بشه، خب ما این کار انجام نمیدیم به این شکل. الان من بهتون میگم ما این رو باید از قسمت بون کانسترنت یه پارامتر آیکی یا همون اینورس کینماتیک رو بیاریم. من توی پارت قبلم یه توضیح بهش دادم و از اون طریق ما میتونیم کلا مفصل ها آرنج و زانو رو درست‌تر و دقیق‌تر به حرکت در بیاریم. من کنترل زد میذارم برگردم عقب. ببینید برای این کار من وارد نمای سمت راستش میشم، وارد ادیت مود میشم، از اینجا روی این زانو میذارم، دوباره بعد اکسترودش انجام میدم، اکسترود به سمت محور وای، به سمت جلو میارمش این و این رو آلت پی رو میزنم و کلر پرندش میکنم. ببینید از همین قسمت هم، از قسمت بوم، از قسمت ریلیشن هم میتونید همین زبدر پرنت رو بزنید اگه میخواید که آلت پی رو نزنید. این تیک دیفورمش هم حتما باید بردارید و من جی رو میزنم، اینو یه خورده میارم به سمت جلو. ببینید ایکس هم که فعال بوده همزمان واسه جفتش اتفاق افتاد، فقط این که تیک دیفورم زانوی سمت راستش هم شما میزنید. پس ما اینو یه خورده میارم به سمت جلو و همینطور برای قسمت موچه پاش هم من یک سوردم انجام میدم به سمت محور وای، به سمت عقب کلر پرنت میکنم، تیک دیفورمشم برمیدارم. برای اون برم همینطور کلر پرنت، تیک دیفورمشم برمیدارم، جی رو میزنم و میارمش عقب. حالا باید نامگذاریش انجام بدیم. ببینید من اینجا F2 رو میزنم، حتما اینو نامگذاریش انجام میدیم. به left and rightش کاری نداریم. ببینید اینجا زده left چپ و راستش، این خیلی مهمه که باشه. پس من قبل از این underline کار دارم، اینو من مینویسم pull target با این برای قسمت زانو، این میشه pull target، این واسه قسمت موچ پا F2 رو من میزنم و از اینجا میشه IK target. ای بابا این حروف بزرگ کوچیکه چرا؟ IK target و underline. خب پس نامگذاری مهمه. بعدش من روی قسمت ساق پا میزنم، وارد پوز مود میشم. آها قبل از این من یه چیزی، من یه کاری باید انجام بدم. ببینید وارد فرانت ویو میشید، کل بون ها رو انتخاب میکنید، شیفت N رو از روی کیبورد میزنید و از اینجا ویو اکسس رو میزنید که جهت محور رو تصحیح بشه. خب وارد دوباره همون نمای سمت درست میشم، وارد قسمت زانو و پوز مود میزنم، از قسمت بون کانسترنگ روی آی کی من میزنم، اینجا تارگت رو میزنم روی آرمچر. ببینید بون رو من میذارم سرچ میکنم، آی کی تارگت رو سرچ میکنم و اینجا پول تارگت رو من میذارم روی این و برای قسمت بونش هم دوباره همون پول تارگت. ببینید این یه خورده کت شده، از اینجا پول انگلش رو من میذارم روی 90 درجه و چین لنتش هم روی 2 میذارم. خب ببینید از همینجا خیلی راحت ما میتونیم همون کاری که قبلا بهتون گفتم میخوایم انیمیت زانو رو انجام بدیم، از همینجا خیلی راحت میبینید کافی ترانسفورمش کنید و دیگه نیازی نیست دو تا عملیات رو انجام بدیم، همون کار رو واسه ما دقیق انجام میده. اما میریم سراغ روش دوم، یعنی روش حرفه‌ای تر و اصولی تر. خب اینجا من یه مدل سبودی دیگه آوردم، از همینجا هم من این رو چیزی من یه خوری اسکلش کردم، اینو من اپلایش انجام بدم، کنترل ای رو میزنم، از قسمت آرمیچر اینجا روی هیومن متوریک میزنم. ببینید اونجا روش قبل ما سینگل بون بردیم، این سری من روی هیومن میزنم. خب و از اینجا هم بذار ببینم ویو پورتش، آره این فرانتش هم که اوکیه. خب من فکر میکنم که تقریبا سایزش اوکیه، فقط از قسمت برای قسمت صورتش و اینو، یعنی از گردن به بالا اینو من باید اوکیش کنم، اینو من جی رو میزنم که بیاد بالا و یه خورده سکیلش رو انجام میدم. بذارید حالا قبل از اینکه من
واسه صورت انجام بدم اول من دستش رو اوکی کنم اینجا. ببین اینا رو دقیقا از همه نماها ما باید ببینیم اینجا. میخوریم به سمت جلو این تا بینی بیاد جلو. از اینجا مگه وارد نمای فرانت بشم، ببینید واسه چشمش من اینجا L رو میزنم کل این ور انتخاب بشه، دوباره شیفت و L. یه خورده میتونم اسکیلش کنم، یه خورده میارم این و البته من X رو باید فعال کنم که همزمان اون ورم واسه این اتفاق بیفته. بذارید من قسمت ابرو رو اول ببرم به سمت بالا، بعد دوباره میتونم حتی اسکیلش رو انجام بدم. خب ببینید بعد که همه رو ما اوکی کردیم، من روی این تمام بومون ها کلیک میکنم و از قسمت دیتا روی جنریت ریگ میزنم. خب اینو میزنم و یه سری الان یه سری از همین گیرنده ها برای من میاره. بعدش باید چیکار کنم دیگه؟ ما با این بونا کار نداریم، من میتونم اینو هایت کنم. حالا کل بادی بدنه کاراکتر رو انتخاب میکنم و بعدش شیفت رو نگه میدارم و روی همین گیرنده هم میزنم و کنترل پی رو میزنم از روی کیبورد و بیت اوتوماتیک ویت این کار رو انجام میدم. خب دقیقا اتفاقی میفته من اگه وارد پوز مود که بشم، دقیقا همون ببینید ریک برای ما انجام شده. این هم برای قسمت پاش، میبینید دقیقا زانو به همون شکل، این هم واسه دست. و یه قسمت جالبی که داره این واسه قسمت این مکعب وسطی که بزنی برای کل بادی بدنشه، کنترل کل بدنش رو در اختیار داری میبینید. اما ببینید بدن و سایر انداماش انیمیت شده بجز من الان میخوام چشم و دهنش هم انیمیت انجام بدم، ولی ببینید اینا رو درست تشخیص داده و مشکل داره. من اینو باید از یه روش دیگه انجامش بده. الان بهتون میگم باید چیکار کنید. ببینید مثلا الان برای قسمت چشم، ببینید برای قسمت چشم کنترل کردن چشم، ولی خیلی دقیق نیست. بچه‌ها اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب به کانال و کامنت یادتون نره. برای این کار من میتونم اول کل بدنشو هایت کنم و فقط اون قسمتی که نیاز دارم، مثلا اگه چشم و زبون و دندون هستش، روی اونا من کلیک میکنم و دوباره روی همون قسمت گیرنده ها کلیک میکنم و کنترل پی رو از روی کیبورد میزنم و این سری روی ویت امپتی گروپ میزنم. خب این ریکش باید به این شکل انجام بشه. بعد میتونم وارد ادیت مود بشم و از این قسمت آی رو سرچ کنم. اینجا میبینید از قسمت سمت راست ورتکس گروپ ها رو از اینجا من روی اساین من میزنم. بعدش میریم سراغ اون یکی چشمش، یعنی چشم سمت راستش. اینجا ببینید همون که گفتم به رایت اند لفت شما توجه میکنید، یعنی آی سمت رایت میشه و آی سمت چپ. این رام روی اساینش میزنید و برای دندونهاشون تیس رو شما سرچ میکنید و این هم همون روی تیس بالا و پایینش میزنید و قسمت اساین رو میزنید و دوباره برای پایینش همون کار رو انجام میدید. ادیت بود میشه کلش انتخاب کنه کل فیس ها رو، دوباره روی اساین میذارید اینجا. برای قسمت زبونش هم همینطور دقیقا همون کار رو انجام میدید. خب ببینید حتما روی پوز مود باید باشید. مثلا من بخوام اینجا دهنشو باز کنم، از همون قسمت گیرندی که مربوط به فکش هست، خب اونو میتونم به سمت پایین بیارم و قسمت دهن برای من باز میشه. ببینید روی اگه گیرندی اشتباهی بزنید یه همچین اتفاقی میفته. خب خیلی پاسخگو نیست، شما باید از قسمت همون ورتکس گروپ هایی که تعیین کردید که کدوم قسمت ریک شده، از همونجا باید واسهش این کار رو انجام بدید. ببینید مثلا برای قسمت پلک هم میتونید این پلکش هم بسته بشه، مثلا پلک بالا و از این قسمت هم این یکی. خیلی راحت ما میتونیم این رو انیمیتش رو انجام بدیم و اینم که برای قسمت میانیش هستش که میتونه بشینه و بلند بشه. یادتون نره برای اینکه آموزش بیشتری از کانال من رو ببینید و ویدیوهای دیگر رو نمیخواید از دست بدید، به کانالم سر بزنید، سابسکرایب کنید، برام تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید، من میخونم و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.